رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور یک اجرای قرار ساختگی با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد. این حمام حسش این بود که یک درب دومی هم پشتش بود که از اون درب پشت میتونست راحتی خارج شه بدون اینکه اون مامورین همراهش متوجه بشن، که همین اتفاق هم افتاد. به این ترتیب مجاهدان باقی مانده در بیرون زندان به آخرین تجارب سواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران در هم ریخت. دو سه ماه بعد از برندی سربازجوها همراه با چندین واحد مسلح سازمان اطلاعات و امنیت رژیم شاه مجاهد قهرمان احمد طلایی رو در روز 11 بهمن 1350 به محاصره درآورد و قصد داشت شهید احمد را به هر بهایی و به هر قیمتی به چنگ بیاره. اما احمد طلایی نخستین شهید مجاهدین خود را با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد و هیچ چیز دست سواک نداد و ساک شاه را بور کرد. اگرچه ضربه گسترده و کاری سواک به مجاهدین در سال 50 و دستگیری اعضای کادر مرکزی و بیش از 90% اعضا عملا منجر به از هم پاشیدن سازمان گردید، اما در همان چند ماه جاذبه ایدئولوژی و مواضع انقلابی مجاهدین در بین مردم و اقشار آگاه جامعه گسترده شد. بنابراین رژیم سعی کرد با وابسته جلوه دادن مجاهدین به عراق از لحاظ سیاسی و با برچسب ماسیسم اسلامی مردم را نسبت به مجاهدین برگیرد. با این هدف محاکمه اولین دسته از مرکزیت سازمان را به راه انداخت.